درود بر شما. آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر بهداشت رژیم اعلام کرده، طی 2 ماه گذشته حدود 50% از مردم ایران واکسینه شدند. این حرفی است که خودشون میزنند و نیز گفتند که طی این مدت ایران بیشترین واکسن رو داشته و در دنیا رتبه اول هم داره. بنا رو بر این قرار میدیم که این حرفایی که دارن میزنن حرف درستی است. خیلی خوب، اینجا یک پرسش مطرحه از شخص آقای خامنه‌ای. من یادم هست که ایشون 30-40 سال پیش در دوران ریاست جمهوری مرتب می اومد در دانشگاه ها و با دانشجوها صحبت میکرد و پرسش و پاسخ انجام میداد. بگذاریم که طی 30 سال گذشته که به مقام رهبری ایشون رو نصب کردند، دیگه با هیچ خبرنگاری پرسش و پاسخ نداشته و به هیچ عنوان چنین برنامه‌ای رو نداشته، تدارک ندیده. حالا چه اتفاقی افتاد که یک نفر تا زمانی که در مقام ریاست جمهوری است میره در دانشگاه‌ها، در مساجد، در تالارها چند ساعت میشینه پرسش و پاسخ میکنه، حتی تندترین پاسخ‌ها رو هم پرسش‌ها رو هم پاسخ میده، اما به محض اینکه رهبر میشه دیگه حتی با خبرنگارها هم صحبت نمیکنه. خیلی خوب، حالا دیگه این هم از ویژگی‌های این دنیاست و مقامات دنیوی، همون چیزایی که آخوندها خیلی ازش پرهیز میدادن، امروز خودشون در دامش به شدت گرفتارند. اما نکته اینه، آنگونه که مقامات گماشته خود رژیم و شخص آقای خامنه ای ادعا میکنن طی 2 ماه گذشته بیشترین واکسیناسیون صورت گرفته و شخص ایشون هم حدود 2 ماه پیش اعلام کرد که باید واکسن به هر طریق ممکن تأمین بشه، همه دیدید و شنیدید. پرسش اینه که 10 ماه پیش، 11 ماه پیش که واکسن کرونا تولید شد و اروپا و آمریکا به دلیل پیشرفت در علم، دانش و تکنولوژی زودتر از اون همه این واکسن رو تولید کردن و واکسن فایزر رو که بهترین واکسن تشخیص داده شده رو تولید کردن، ایشان آمد علنی ورود واکسن ضد کرونا به ایران رو قدغن کرد، گفت من ممنوع میکنم. پرسش اینه که جناب آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اگر شما واکسن کرونا رو قدغن میکردی، واکسن فایزر رو قدغن میکردی و جایگزین اون واکسنی داشتی، واکسن بهتری داشتی، خیلی خوب، کار معقول و درستی بود، کار منطقی بود، میگفتی ما واکسن بهتر داریم به لحاظ تولید ملی، منابع و ثروت ملی، مصالح ملی، واکسن خودمون رو ترجیح میدیم. اما یا نه، وقتی که واکسن فایزر تولید شد میگفتی نه خیر، ما کشورهای هم دست و دوستی داریم، مثل هندوستان مثلا، مثل حتی چین و روسیه، که اینها واکسن بهتری رو تولید کردن، به قیمت کمتری هم به ما میدن و ضمناً به لحاظ سیاسی هم به نفع ماست. باز هم این کار منطقی بود، دنیا پسند بود، همه میگفتن بسیار خوب، درست میگه ایشون. اما در حالی که نه واکسن داخلی داشتید و نه کشورهایی که متحد با شما هستند واکسن بهتری داشتن، واکسن ارزون تری داشتن و یا حاضر بودن واکسن رو در اختیار شما قرار بدن، شما چرا ورود واکسن کرونا رو قدغن کردید؟ با توجه به این که بیش از 10,000 تن مردن در این مدت، از آدم‌های عادی، پدر، مادر،
برادر، خواهر، جوان، پیر که گزارشاش رو همه داریم میبینیم، هنرمند، نمیدونم ورزشکار، پرستار، پزشک، آدمهای عادی، این همه مردن. یعنی این که شما آمدید ورود واکسن رو قدغن کردید و با قدغن کردن ورود واکسن کرونا جایگزین هم نداشتید و این همه آدم مردند در حالی که به گفته مقامات خودتون طی 2 ماه گذشته از 1% تزریق واکسن کرونا به 50% رسیدید. یعنی همون زمان اگر تصمیم گرفته بودید و قدغن نکرده بودید، به جای این که طی 10 ماه 1% مردم ایران رو واکسیناسیون کنید، طی 10 ماه میتونستید با این آمار و ارقامی که الان مقامات شما دارن میگن بیش از 50-60% مردم ایران رو واکسینه کنید، مگر اینکه بگید این گزارش هایم که الان دارن میدن دروغه. اونو دیگه خودتون میدونید، ما خبر نداریم، مقامات شما دارن میگن روز و شب. این تناقض ها رو باید به کی گفت؟ چرا آقای خامنه‌ای نمیخواد پاسخ بده به این مسائل؟ خیلی خوب بیاد یک سخنرانی کنه پاسخ بده. ما نمیخوایم خبرنگار بره، نمیخوایم به افکار عمومی مستقیما بیاد بگه. بیاد بگه چه اتفاقی افتاد جناب آقای خامنه ای. طی 10 ماه، یعنی از زمانی که شما ورود واکسن کرونا رو قدغن کردید تا 2 ماه پیش، حدود 10 ماه قدغن کردید. طی 2 ماه الان خودتون دارید میگید حضرت عالی آمدی گفتی که الان، یعنی 2 ماه پیش گفتی که از به هر طریق ممکن باید واکسن تأمین بشه، حتی واکسن فایزر را که آوردن. آیا زمانی که آمدی قدغن کردی صرفا به دلیل دشمنی که با آمریکا و انگلستان و اروپا داشتی چنین کاری رو کردی؟ یعنی مردن ده ها هزار تن انسان واقعا به این معنا آیا پاسخگو هستی؟ خب اگر ورود واکسن آمریکایی قدغن هست، چرا ورود اتومبیل و نمیدونم سلاح نظامی و جنگی اون قدغن نیست؟ آیا آمدن به شما گزارش دادن و بهتون گفتن که واکسن داخلی تولید میکنیم و میلیاردها دلار به نفعمون هست و شما محاسبه کردید گفتین میلیاردها دلار به نفعمون باشه بهتر از اینی که 10,000 تن بمیرن؟ این بود و نشد. آیا کشورهای همپیمان شما مثل روسیه و چین به شما تضمین داده بودند که اگر واکسن فایزر رو نخرید ما در کوتاه‌ترین مدت واکسن شما رو تولید میکنیم، تأمین میکنیم؟ کدوم؟ خب شما بیاد و مردم پاسخ بدید. الان مردم میگن ما بیش از حد اقل آمار رسمی که خودتون دارید میدید طی این 2 ماه گذشته در پیک پنجم بیش از 10,000 تن مردن، قبل از اون هم 30,000 تن و قبلتر که 10,000 تن. پرسش جامعه از شما این یک پرسش منطقی، نه توهینیست، نه داد و بیدادیست، نه خیابانیست، نه تظاهراتیست که بگید اینا عامل دشمنن. یک پرسش منطقی دو تا چهار تا. شما چه حسابی کردید که 1 سال پیش ورود واکسن کرونا رو قدغن کردید اما 2 ماه پیش 10 ماه بعد از اون تأمین اون رو به هر شکل ممکن ضروری دانستید؟ چه اتفاقی افتاد تو این مدت؟ شما که میگفتید واکسن فایزر مردم رو میکشه، شما که میگفتید اینا توطئه دشمن، چطور شد پس؟ آیا واقعا به این دلیل بود که چون خیلی ها میگن که شما با دولت روحانی دشمنی داشتید، با هم جنگ و نزاع داشتید، میخواستی که ورود واکسن کرونا رو قدغن کنی نگه داری زمانی که اون رئیس جمهوری که خودت میخوای و میاری و نصب میکنی اون بیاد این کارها رو انجام بده و بعد تبلیغات سیاسی بشه به نفعتون؟ یعنی مردم قربانی سیاست بشن؟ مردم قربانی کینه توزی دشمنی بشن؟ مردم قربانی منافع اقتصادی بشن؟ قربانی چه چیزی شدن مردم ایران؟ این آدم هایی که میمیرن از پیر و جوان، هنرمند، غیر هنرمند، استاد دانشگاه و شخصیت های علمی، شخصیت های عادی، اینها انسانن.
در واقع چه پولی، چه حجمی از پول، چه میزان از دشمنی، چه منافع سیاسی هست که با جان این همه انسان بتونه برابری کنه، حتی با جان یکی از اونها. مگر شما نمیگفتید که در قرآن نوشته که اگر یک انسانی به عم کشته بشه، مثل این که همه انسان ها کشته شدن، نسلی کشته شده، مگه اینها رو نمیگفتید؟ حال آیا ده ها هزار تن از مردم ایران که کشته شدن به خاطر عدم وجود واکسن کرونا و میلیون ها تنی که عزادار شدن پاسخگوی اون کیست؟ بیاید توضیح بدید، بیاید بگید این سوال ها مطرحه، این اعتراض ها مطرحه، اینها در افکار عمومی هست، وجود داره، اینا رو که نمیشه بکشش. شما یه دید دانشجو رو اون وقت اول مرد جمع کردید، میگید که شما هر کدومتون مثل یک حاله نور، مثل یک قبه نور، هر جا که هستید نورافشانی کنید توی فضای مجازی، پاسخ بدید، برید حقایق رو برملا کنید. اینا حقایقه، حقایقی که باید برملا بشه که نور افکاری کنه، نور افکنی کنه. مهمترینش اینه که حضرت عالی طی مدت ده ماه از قدغن کردن ورود واکسن کرونا و بعدش که تأکید که حتما باید واکسن کرونا به هر شکل ممکن تأمین بشه، چه اتفاقی افتاد که 180 درجه چرخیدی طی اون مدت؟ و البته قربانی و هزینه این چرخش شما اون موضع ده ماه، یک ماه، یک سال پیش تا دو ماه پیش، هزاران تن قربانی. این رو شما بیاید به افکار عمومی پاسخ بدید. اصلا نیازی نیست دانشجوهای طرفدارتون برن این ور اون ور نورافشانی کنن، چون تا بخوان برن این ور اون ور حقایق رو بگن و نورافشانی کنن به زعم شما، با همین پرسش ها روبرو هستن که چرا شما موجب قربانی شدن هزاران تن انسان بیگناه شدید؟ کدام منفعت اقتصادی؟ کدام منفعت سیاسی؟ کدام در واقع دشمنی و کینه توزی هست که این میزان ارزش دارد که هزاران تن از ایرانی ها قربانی بشن و هنوز هم دارن قربانی میشن؟ پاینده باد ملت ایران، برقرار باد ایران و ایرانی، گسسته باد زنجیر استبداد ملاهای حاکم، زنجیر جهل و تعصب و کینه توزی و دشمنی و عقب ماندگی، و برقرار باد دموکراسی سکولار، عدالت، برابری، رفاه و امنیت برای ملت ایران، به دست ملت ایران، با برکناری ملاهای حاکم بر ایران. پاینده باشید و بدرود.